به به، خانواده دور هم نشستین و داریم برنامه های تلویزیونی میبینین. گفتم برنامه های تلویزیونی بذارین در رابطه با برنامه سازی یکم توضیح بدم. ریشه یک کلمه برنامه سازی برمیگرده به زمانی که گروهی اهل برنامه بودن. اونا هر جا خبری بود میرفتن و اونجا برنامه به راه انداختن. اینا بعضن بعضی جاها میرفتن برنامه به پا میکردن. با کشف تلویزیون شغلی هم به عنوان برنامه سازی تلویزیونی اختراع شد. این گونه بود که در گذر زمان اونا به دو دسته این ور آب اون ور آب تقسیم شدن. همیشه این ور آب از اون ور آب و اون ور آب از این ور آب برنامه کش می رفتن و عده‌ای هم وسط آب بودن که بهشون می گفتن برنامه دزد دریایی. خلاقیت برنامه سازهای اون ور آبی در ترکیب و رنگ بندی تصویر تمام استانداردهای دنیای رسانه را در هم نبر می گردید. این ور آب هم به هر حال خلاقیت های خود را در فیلم های دزدی از هالیوود که تماما سرشار از پوچی و برهنگی و پوشالی غرب و تویی از عنصرهای اخلاقی شرق بود به منصه ظهور رساندند. پوشاندن لباس، حذف و تغییر دادن لوگوی کانال و ایجاد روابط سالم خانوادگی توانایی آنها بود که به رخ دنیای رسانه بدجوری کشیده شد. در بعضی موارد بازدوم کردن از شر لوگو، لباس و روابط ناسالم با هم یهو خلاص می شدند. ادهیم در این میان پارازیت ساز نام داشتن که همکار برنامه سازان. پارازیت بخش لاین فک برنامه ها محسوب می شود و بدون هم زندگی غیر ممکن است. و اگر دیدید که یک روز پارازیت ندارید اصلا نگران نباشید، چون ایشان تشریف بردن دست به آب و به زودی برمی گردن در خدمت شما خواهند. به هر حال در هر صورت چه برنامه ها را ببینید چه در معرض انواج پارازیت آنها را نبینید چاره ای ندارید جز این که از این همه خلاقیت و توانمندی و رعایت کپی‌رایت کیج بزنید. اینجوری